به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک آرادی های دوست داشتنی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما در مجموعه آراد برندینگ به شما کمک میکنیم تا بتونید وارد تجارت بشید. مشاورها شما رو برای شروع کار و در تمامی مراحل همراهی میکنن. شرکت آراد یک شرکت کاملا تجاریه که از سال 1385 فعالیت خودش رو در ایران آغاز کرد. دلیل اصلی رشد پیپال نه سهامش بود نه ایده. دلیل رشدش، دلیل اصلیش برای رشد اون ساختاری بود که به شرکت‌های تروریستی، به هکرها، به کلاهبردارها داره که اینها یک ایمیل داشته باشن، شخصیت حقیقیشون مشخص نباشه و بتونن کار بانکی و مالی انجام بدن. شما قراره با اون محصولی که انتخاب میکنید یک عمر زندگی کنید. پس اگر محصول خوبی رو انتخاب نکنید در زندگیتون مثل میمونه که شکست خوردید. اگه همون رقم وجود نداشته باشه تجارت اتفاق نمیفته. سرمایه اجتماعی پول نیست، رابطه است. انسانهایی رو داریم در کنار خودمون که اونها نقش به نوعی نقش پول رو برای ما میتونن ایفا کنن. با قیمت همیشه می‌بازید، اما با سرویس و خدمات هست که شما برنده بازی هستید. اگر این یقین در شما به وجود بیاد که من هم یه روزی میتونم صادرات کنم، من هم یه روزی واقعا این توان رو پیدا خواهم کرد، من یقین دارم شما میتونید. پول در آوردن پیپال از کجاست؟ بیشترین سودش این حجم بالای پولی که در اختیار داره. بابا این پول داره کار. حواستون باشه اگه قصد اکانت پیپال داشته باشید نرید سراغه نجدی. حتما باید فیزیکی کارتش رو دریافت کنید. اکثر صادراتی که ایران در حال حاضر داره انجام میده خام فروشی مواد اولیه است و تقریبا 93% صادرات ایران با همین محصولات که داریم غیر از نفت به کشورهای وارد آسیا هست و بزرگترینش هم گفتیم چین. ما سعی میکنیم تو جلسات بعدیمون این موضوعات و تمامی موضوعات مربوط به بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه فعالان اقتصادی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد ورود به صادرات صحبت بکنیم. وقتی ورود به صادرات پیشنهاد داده میشه پیشنهادهای مختلفی میاد. بعضیا میگن بریم تو نمایشگاه‌های خارج از ایران شرکت بکنیم، بعضیا میگن دفتر بزنیم، یه عده میگن بریم سراغ اتاق بازرگانی. ببینید هیئت‌های تجاری که میاد کی کجا میان، ما بریم با اونها صحبت بکنیم. اونایی که ذره پیشرفته ترم میگن بریم از سایت علی بابا اکانت بخریم، از یلو پیج ها استفاده کنیم. به هر حال پیشنهادهای زیادی داده میشه که وقتی قرار یه پیشنهاد بررسی بشه ما دو تا پارامتر رو نگاه میکنیم: یک، چقدر پول خرج میکنیم؟ دو، چقدر بازده داریم؟ تو جلسه امروز من براتون همه این روش ها رو توضیح میدم، باز میکنم و در نهایت بهترین راه که بیشترین خروجی مالی رو داشته باشه و کمترین سرمایه رو بخواد بهتون معرفی میکنم تا بتونید با استفاده از اون روش وارد صادرات بشید، پول در بیارید و یه مسیر راحت و موفق رو تجربه بکنید.